این روزا هر طرف رو که نگاه میکنی یکی داره S24 Ultra رو آنباکس میکنه یکی داره پرتش میکنه یکی داره بوش میکنه یکی داره حد اکثر روشناییش رو تو اتاق تاریک تست میکنه یکی هم داره قابلیت سرکل تو سرچش رو تست میکنه و یکی هم سعی داره که با این گوشی چایی بخوره یا حتی اسپانیایی حرف بزنه <تص> اما من میخوام اینجا بهت بگم که سامسونگ چطور تونست بهتر رو بهتر کنه چطور تونست تمام ویژگی های مثبت و جذاب رو از همه گوشی ها بگیره تا بینقصترین کاملترین و جذابترین و قدرتمندترین گوشی رو تحویلمون بده من میرسه اینم و خوش اومدی به ویدیو بررسی S24 Ultra بهترین پرچمدار سال s 24 اولترا پرچم دار سامسونگ و فروشگاه دارسو در اختیار ما گذاشته برای بررسی که میتونیم برای خرید این گوشی یا هر گوشی دیگه و گجتی در دنیای تکنولوژی به این فروشگاه سر بزنید خریدتون رو انجام بدیم اونم با بهترین قیمت های ممکن پیشنهاد میکنم که حتما به سایتشون یه سری بزنید بذارید از اول شروع کنم اولین باری که این گوشی رو تو دستت میگیری یه کلمه خیلی بزرگ تو ذهنت نقش میبنده کیفیت میتونم به جرأت بگم اس 24 سونگ با کیفیت ترین گوشی که تا به حال من تجربه کار کردن باهاشو داشتم چه از لحاظ کوالیتی ساخت چه از لحاظ حسی که بهت میده و شما به محض اینکه این گوشی رو تو دستت بگیری این قضیه رو با تک تک سلولهای پوستت میتونی حس کنی از لحاظ طراحی شاید به نظرت برسه که خب این گوشی خیلی طراحیش فرقی نکرده با حالا دو نسل قبلی ولی بریم با که اشتباه نکن ما الان یک اس 23 اولترا تخت تایتانیومی داریم اوکی حالا به داستان تخت شدنش که جلوتر بهتون توضیح میدم که چه ویژگی خوبی داره چه ویژگی بدی داره اما در مورد تیتانیوم تیتانیوم یه فلز گرونه کمیابه که خیلی مقاومت بالایی داره و خیلی جاهای خاص استفاده میشه مثلا تو فضاپیماها توی موشک توی هواپیماها و البته آیفون 15 برو مکس چرا چون که اپل از این فلز استفاده کرد توی فریمش و خب سامسونگ هم به دنبال همین قضیه طبیعتا اومد اینو استفاده کرد و بیاین قبول کنیم که دلیل دیگه ای نداشته دلیل مثل استقامت بالاتر زیبایی اینا نداشته اپل استفاده کرد سامسونگ هم به دنبال اون اومده از این فلز توی فریم میانی S24 Ultra استفاده کرد ولی خب یه نکته ای که باید در موردش بهتون بگم اینه که سامسونگ تونسته بهتر این کار رو انجام بده یعنی ما توی این فریم مثل آیفون 15 پرو مکس اون داستان خش افتادن رو خط خش افتادن را خیلی راحت و یا جذب اثر انگشت و دیگه نمیبینیم یعنی خیلی بهتر از اپل تونسته این کار از پسش بر بیاد حالا بریم سراغ تغییر بزرگ بعدی توی بخش طراحی یعنی این تخت شدن S24 اولترا که بهش اشاره کردم و گفتم بهتون توضیح میدم ببین اگه تا حالا تجربه کار کردن با پرچمدارهای قبلی سامسونگ رو داشته باشی حالا فرقی نمیکنه پرچم پارسالش یا مثلا سال قبلش یا حتی قبلیش 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 قبلیش, قبلیش... نه ویدیو گیر نکرده اوکی واقعا تا ابدم بری عقب شما یک طراحی گردی رو تو تمام پرچمدارهای سامسونگ و حتی کلا گوشه های سامسونگ میبینی حالا چه این مثلا گوشه های فریم و گرد در می آورد یا حتی داستان صفحه نمایش کرو رو هم سامسونگ بود که اصلا وارد دنیای اسمارت فون ها کرد برای اولین بار که حالا بعد از اون گوشه های مختلف شروع کردن به کمپانی های مختلف شروع کرد. به استفاده از صفحه نمایش کرف اما توی S24 اولترا ما میبینیم که یک صفحه نمایش کاملا تختو داریم و علاوه بر این ما اون فریم تخت و تیز رو هم داریم مثل دقیقا چیزی که توی دو نسل قبل بود حالا این صفحه نمایش تخته باعث شده که به نظر یه سریا شما فضای بیشتری برای کار کردن تو نمایشگر داشته باشی و کاربردی تر باشه از نظر یه سریا یه کمی بد دستتر شده گوشی یعنی یکم کم سخت میشه مخصوصا اگه دست کوچولو باشین یکم براتون پیچیده میشه مخصوصا اگه قاب بخواین رو گوشی بندازه این عریض بودنش یکم مشکل سازه براتون اما اگه مثلا مثل من دستای بزرگی داشته باشین خیلی اذیت کننده نیست ولی من در کل به شخص در زمینه صفحه نمایش صفحه نمایش رو بیشتر ترجیح میدادم زیباتر به نظر میرسید برام اما سفر نماش تختم کاملا اوکی مخصوصا برای کار کردن با قلم یکم از نمایشگر بهت گفتم بذار باقیشم کامل بهت توضیح بدم صفحه نمایش اس 24 اولترا فقط یک نمایشگر ساده نیست بلکه یک صفحه جادوییه که به معنای واقعی کلمه چشم شما رو سحر میکنه 6 و 8 دهمش داینامیک AMOLED 2X 120 هرتزی که QHD پلاسه و روشنایشم به 2600 نیت میرسه LTPO هم هست <applause> خب <applause> همه اینایی که به توضیح دادم که نمیتونستم بگمش حتی نمایشگر اینه و این به جرأت میتونم بگم که بهترین نمایشگر رو تو دنیای اسمارت ها داره و به معنای واقعی کلمه شما در حین کار کردن با این گوشی لذت میبری و اون لذت و قشنگ با سلولای بدنت میتونی حسش کنی اما این کل داستان نیست ما دو تا مورد دیگه هم داریم یکی هاشیه های خیلی باریک و یک سانیه که دور تا دور این گوشی هست و دومین قضیه هم که میتونم به اشاره کنم رفله صفحه نمایشه یعنی محافظی که توی S24 اولترا استفاده شده که گوریل گلس آرموره تا 75 درصد رفله نور رو از بین میبره یعنی تا حدی که الان ما یه آیفون داریم ببینی در کنار این بخوام همینجوری بهت نشون بدم شاید خیلی چیز ساده ای به نظر برسه در عین حال محافظ صفحه نمایش ساده است ولی توی کاربری های مختلف توی حالا فضای بیرونی یا هر جایی که هستی خیلی میتونه تاثیرگذار باشه و مطمئنم که این گوره گلس آرموری که انقدر میتونه بازتاب و کاهش بده به یک استاندارد تبدیل میشه به زودی توی دنیای اسمارت بهترین پرچم دار سال طبیعتاً باید قدرتمندترینم باشه و سامسونگ توی این زمینه هم هر کاری که از دستش برمی اومده رو انجام داده از حذف نسخه 8 گیگابایتی برای پرچم دار امسالش و افزایشش به 12 گیگرم توی اس 24 اولترا در کنار استفاده از پردازنده جدید کو والکام اونم نسخه اوورکلاک شده اش یعنی اسنپ دراگون 8 نسل 3 فور گالاکسی اول بذار یه کم از بنچمارک ها بهت بگم و بنچمارک ها رو بهت نشون بدم همونطوری که داری میبینی الان در زمینه بنچمارک ها مخصوصا تو بخش پردازش های گرافیکی S24 Ultra حدودا 40 درصد از نسل قبلیش و رقیب مستقیم به خودش یعنی آیفون 15 پرو مکس عمل کرد بهتر داره و این فوق العاده است یعنی اینجوری بهت بگم که S24 Ultra دیگه فقط یه گوشی ساده نیست بلکه هم یه کنسول بازی دستیه که میتونه سنگین ترین بازی های گرافیکی عجیب غریب چند ده گیگابایتی رو خیلی نرم و روون اجرا کنه همین که با توجه به این حجم از قدرت پردازشیش میتونه واقعا نقش یک کامپیوتر رو برای کاربر عام بازی کنه مخصوصا با توجه به قابلیت اختصاصی خود سامسونگ تو این زمینه یعنی دکست S24 Ultra رو میشه یکی از بهترین کمرافون های بازار هم در نظرش گرفت ترکیب دوربینا نسبت به پارسال و البته سال قبلش خیلی تغییر زیادی نکرده اما چیزی که میتونم بهت بگم اینه که S24 Ultra تصاویری که ثبت میکنه از هر نظر و توی هر زمینه ای عالی و فوق و از S23 Ultra که خودش قولی بود در زمینه حالا ثبت تصاویر و دوربین و اینا به وضوح بهتره و توی هر هر بخش و هر زمینه یعنی از چه عکاسی روز بگیر شب بگیر هوای ابری بگیر آفتابی بگیر فضای داخل بگیر توی هر زمینه مثلا مثل بازه دینامیکی شارپنس وایت بالانس واقعا تصاویر بی‌نقصی رو به تحویل میده روی لنز تلفوتوی سه برابریش توی شب یه کوچولو نقص داره اما به جز اون واقعا عالیه و نکته که میتونم در موردش بهتون توضیح بدم تنها تغییریه که به نسبت نسل قبل ما توی سخت افزار دوربین s 24 اولترا داشتیم که یکی از تلفوتوها به جای زوم ده برابری 5 برابر زوم اپتیکال داره اما به جاش سنسورش شده 5 مگاپیکسلی که تو هم تو امان یک زوم اپتیکال 5 برابری کاربردی رو داشته باشی هم به دلیل رزولوشن بالاتر سنسورش وضوح بالاتر سنسورش بتونی زوم ده برا برابری رو هم بدون افت کیفیت داشته باشی و ازش استفاده بکنی اما بریم سراغ یکی از مهمترین بخش های گلکسی اس 24 اولترا یعنی Galaxy ای تا بحث دوربین هنوز داغه در مورد قابلیت های مبتنی بر هوش مصنوعی اس 24 Ultra تو همین زمینه بهت بگم. عکس گرفتی که از نور و رنگش راضی نیستی، ای درستش میکنه. عکسی گرفتی که توی اون عکس شی یا شخصی هست که به هر دلیلی دوست نداری باشه، خب AI درستش میکنه. عکسی گرفتی که کادرش کج AI درستش میکنه. عکسی گرفتی که جای خودتو توی اون تصویر دوست نداری و میخوای به شکل جادویی خودتو جابجا کنی تو عکس، ای آی درستش میکنه عکسی رو گرفتی که میخوای بهبودش ببخشی به هر شکلی که به ذهنت میرسه ای درستش میکنه ویدئویی گرفتی که میخوای اسلو موشن بشه اونم ای آی درستش میکنه و اینا تمومی نداره قابلیت های مبتنی بر هوش مصنوعی که s 24 در اختیار شما قرار میده توی گالریش واقعا جذابان اما اگه فکر میکنی تموم شده باید بگم که نه اس 24 اولترا در زمینه سرچ هم یه ارتقای عجیب غریبی داشته با قابلیت سیرکل تو سرچ اتفاقی که میفته اینه که شما فرقی نمیکنه توی یوتیوب باشی توی اینستاگرام باشی در حال وبگردی باشی یا حتی توی اپ دوربینت باشی فقط کافیه که دست تو این پایین نمایشگر نگه داری و دور چیزی که میخوای یه خط بکشی و بوم نتیجه بهت نشون داده میشه نمایش داده میشه و به اون نتیجه دلخواد میرسی چیزی که دنبالش بود حالا چه متن باشه چه هر چیز دیگه که توی اسکرین در حال نمایش دادنه و این سرچ کردن رو به یک لول جدیدی برده اما اگه فکر میکنی بازم تموم شده باید بگم که نه شما میتونی با استفاده از هوش مصنوعی والپیپر بسازی و لایف ترانسلیتو یا ترجمه زنده رو هم توی بخش مکالمه داشته باشی هم توی بخش پیام یا با همون قابلیت چت اسیستش که توی چت اسیست این ویژگی جالبه که شما توی کیبورد اینو داره یعنی چه میخواد واتساپ باشه چه هر جای دیگه که داری چت میکنی میتونی از لایو ترنسلیت چتش استفاده بکنی و بهره من بشی اما میدونی چی همه اینا رو جذاب تر میکنه هفت سال قابلیت بروزرسانی نرم که سامسونگ واسه این در نظر گرفته یعنی گلکسی S24 اولترا تا سال 2021 به روز رسانی میشه اگه این خوب و جذاب و عالی و العاده نیست همه اینایی که گفتم پس چیه؟ یکی دیگه از نقاط قوت S24 Ultra باتریشه درسته که در مقایسه با نسل قبل بی تغییر مونه یعنی همون 5000 میلی آمپر ساعتی باتریش که البته تو اکثر گوشی‌ها ما جدیدا همین حجم باتری رو می‌بینیم اما به لطف پردازنده جدید و بهینه‌تری که داره توی تست PC که من ازش گرفتم تونست به عدد 16 ساعت و ای برسه که با توجه به صفحه نمایش عظیم و جسته و های کوالیتی و روشن و سوپر رزولوشنی که داره هم همه اینا در کنار هم داره این ساعت از شارژدهی واقعا میتونه بیرقیب و جذاب باشه که گوشی با این عظمت و قدرت بتونه اینقدر شارژدهی داشته باشه اما بریم سراغ بخش آخر یعنی جنبندی S24 Ultra سامسونگ از هر نظری یک گوشی تکامل یافته و کاملا بی‌نقصه یعنی من هر چقدرم تلاش کردم که یه نقص بتونم پیدا کنم توی این گوشی واقعا به چیزی نرسیدم و توی سالیان سالی که سامسونگ داره حالا تلاش میکنه گوشی مختلف تولید میکنه پرچم داره مختلفش سعی کرده که این پله پله تکامل رو طی کنه از اضافه شدن مثلا چه می‌دونم اسپین به گوشی‌های اولترا صفحه نمایشی که هر روز بی‌نقص‌تر و, و بهتر و بهتر و بهتر شد کوالیتی بالاتر تا اینکه ویژگی ها رو توی این نسلش اومد از گوشی های دیگه گرفت از کمپانی های دیگه استفاده کرد مثل هوش مصنوعی گوگل مستقیما واسه این قابلیت های مبتنی و هوش مصنوعی داره با گوگل کار میکنه پردازنده که کوالکام داره تولیدش میکنه و فوق العاده قدرتمنده و البته استفاده از تیتانیوم توی فریم میانیش همه اینا باعث شد که سامسونگ بتونه امسال بهتر رو دوباره بهتر کنه اس 23 اولترای که پارسال بود و واقعا گوشی خوبی بود و ما امسال داریم یک نسخه به معنای واقعی کلمه بهتر و آپگرید شده شو میبینیم و میتونیم می داشته باشیم اما این تمام داستان نیست اس 24 اولترا بهترین پرچم سال هست ولی تمام داستان این نیست ما هنوز اس 23 اولترا رو توی بازار داریم که اتفاقاً هنوزم میتونه انتخاب خوبی براتون باشه و مقدار قابل توجهی هم تر از این گوشیه و در کنار این آیفون 15 پرو هم هست رقیب اصلی سامسونگ پس منتظر دو تا ویدئوی خفن از مقایسه این گوشی ها با هم باشیم که قرار قوقا به پا کنیم. امیدوارم که اطلاعات خوب و کاربردی تو این ویدیو بهتون بدم و در نهایت هم لایک این ویدیو و سابسکرایب به کانال یوتیوب دیجیتال رو فراموش نکنید و مرسی از اینکه منو همراهی کردید.